سلام بر شما، در فراخبر خوش آمدید. جی شنکر وزیر امور خارجه هند دیروز گفت که دیپلمات‌های خود را غیر از سفیر به افغانستان فرستاده است و افزود که این گروه از دیپلمات‌های هندی در زمینه‌های کمک‌های بشردوستانه، پزشکی، واکسین‌ها و پروژه‌های انکشافی با افغان‌ها همکاری خواهند کرد. اما در اون طرف امارات اسلامی از افزایش دیپلمات‌های هندی در کابل استقبال کرده و از امنیت دیپلمات‌ها اطمینان داده است. بیشتر روی همین موضوع با مهمانان برنامه بحث میکنیم. آقایان هر یک عبدالناصر شفیق، استاد دانشگاه اینجا در کنار ما هستن، و آقای شفیق همدرد، آگاه روابط بین الملل، همچنان با ما وصل هستن. مهمانان عزیز، سلام بر شما، به برنامه خوش آمدین. آقای شفیق، رابطه هند افغانستان در چه مرحله قرار گرفته؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما و برادر عزیز ما شفیق همدرد صاحب و همکاران تخنیکی شما و بینندگان تلویزیونی وزینی طلوع نیوز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در این شکل نیست که هند می خواهد که رابطه ای را به حکومت فعلی افغانستان هم داشته باشد. اما از این هم انکار نمی شه که وجود هند در کشور ما در برابر پاکستان اگر موازی و برابر نبوده باشد، ما دچار مشکل می شه. یعنی چی؟ به این معنی که ما کشوری هستیم که باید سیاست بی‌طرفانه و به طور متعادل با کشورهای همسایه و ابرقدرت ها را به پیش ببریم. افغانستان در تاریخ نزدیک خود هرگاه اگر پیرو یک قطب جهانی گردیده، مثل که در استعمار اتحاد جماهیر شوروی ما هر چیز از دست دادیم، بعد از اشغال امریکا باز هم هر چیز از دست دادیم، و حتی زمامدارانیم که آمدن اگر اونا یک منطق را گفتن که او منطق پشتیبانیش یک ابرقدرت بوده، مثل شهید سردار داوود خان دیدیم که چی رونما گردید. پس نظر به تجربه تلخی که همین موضوع را میگن که میگن سیاست، نظر به تجربه تلخی که از سیاست های گذشته گرفتیم، باید ما در برابر کشورهای همسایه طور پالیسی را به پیش ببریم که قناعت همه کشورهایی که سابق اگر جنگ نیابتی در بین زنا در کشور ما وجود داشت و از این کار نمیشه، مثلا اگر ما ببینیم که اگر روابط ما با ایران بیشتر بشه نسبت به سعودی، این دچار مشکل میشه، یا برعکس اگر روابط ما با سعودی زیاد باشه و با ایران کم باشه، یا مثلا همین ترتیب اگر ما روابط را با روسیه بیشتر بسازیم، با چین بیشتر بسازیم و در تعامل با امریکا و در تعامل با جامعه جهانی پیرو خط لیبرال دموکراسی اگر ما یعنی خیلی چیزی به دست نداشته باشیم، پس عمود تاریخی گذشته تکرار می شود. به این اساس اگر فعلا دیپلماتانی وجود ندارد در سرزمین ما از هند و افرادی های نه خودشان می که به خاطر کمک های بشری فرستاده شده، کمک های بشری خو یک چیزی است که هر کس در هر مقطع و در هر وهله تاریخ مردم روان کرده و عالم روان میکنه. اما تا زمانی که یا سفیر یا واقعا قنسلگری فعال وجود نداشته باشه، ما فکر میکنیم که حتی ای ام دیپکتو معرفت هم نیست، زیرا که در حقوق بین الملل اگر مثلا ما اول امو معرفتی یا برسمیت شناختنی دیجور را به دست نیاریم، علالاقل طرف امی دیجور رفتن بعضی تعاملاتی را باید داشته باشیم که او در عرصه دیپلماتیک باشه. بسیار خوب، روی جزئیاتش برمیگردیم به شما آقای شفیق. آقای همدرد، شما به برنامه خوش آمدین. وقتی وزیر خارجه هند میگه که ما دیپلمات های خودم میفرستیم اما نه سفیر، به چه معناست؟ سلام به شما جناب سپهر عزیز، به استاد محترم شما جناب شفیق و به بینندگان محترم شما. ما فکر میکنم که امو مسئله رسمیت است. تا حال نظام یا رژیم یا حکومت و دولت جدید افغانستان را کسی به رسمیت نشناخته، پس به او اساس دادن که کشورهای منطقه و جهان در رابطه با مسئله روابط دیپلماتیک از احتیاط کار میگیره. این که هندوستان با وجود این که نفوذ پاکستان در افغانستان و در حکومت و دولت فعلی افغانستان آشکار است، باز هم دیپلمات های خود را روان میکنه، من فکر میکنم که یک اقدام خیلی بزرگ، یک اقدام خیلی مهم، و حکومت و زمامداران فعلی کابل و افغانستان باید دیده
به پال نیک بگیره و همکاری با کشورهای منطقه دیگه هم داشته باشه تا دریچه دیپلماتیک و دریچه دیپلماسی با دیگه کشورها هم باز شود. آقای همدرد، هندی ها به دنبال چی هستند داخل افغانستان؟ افغانستان چگونه یک فرصت در شرایط فعلی میبینن و اگر میشه روی منافیش مشخصا صحبت کنین چی چیز است؟ ببینین، هندوستان و افغانستان روابط دیرینه داره، بله؟ تاریخی داره و همواره در طول تاریخ هندوستان افغانستان را حمایت کرده، لیکن بدبختانه بعد از کودتای ثور معادلات برهم خورد و زمامدارای او زمان تا به امروز نتانسته که یک تعادل بین کشورهای منطقه و کشورهایی که منافعشان با هم سر نمی خورن و تضاد منافع دارن اینا را مدیریت کرده بتانه. بعد از کودتای ثور هرچی ما در افغانستان بدبختانه از دست دادیم و کشورهای منطقه و جهان کوشش کردن از طریق جنگ های نیابتی در افغانستان حضور یابند. منافع کشور هندوستان در طول تاریخ در افغانستان خیلی مثبت بوده. در 20 سال گذشته هم اگر ما ببینیم، تقریبا بعد از ایالات متحده آمریکا، بزرگترین سرمایه گذاری که در افغانستان صورت گرفته و کرده کشور هندوستان هستند. بندهای مهم و تاسیسات خیلی مهم در افغانستان اینا بنا کردن و به اتمام رساندن. پس اونا هر وقت کوشش کردن. یه درست است که به یک شکلی با پاکستان رقابت و خوب مسائل نیابتی داشتن، لیکن به هیچ وجه ما شاهد خشونت در افغانستان به مو اندازه که پاکستان داشت نبودیم و هیچ وقت از طریق نظامی هندوستان در طول تاریخ کوشش نکرده که در افغانستان مسائل را خلق کنند یا تخریب بکنند یا مشکلات در افغانستان ایجاد بکنند. پس من فکر میکنم که کشور هندوستان در منطقه به حیث یک قدرت منطقوی برای افغانستان خیلی مهم و ضروری است که باید افغانستان و کابل با اینا روابط دیپلماتیک و خوبی را داشته باشند. بنابر و تاریخ دیرینه خوبی که با هندوستان ما داشتیم. بسیار زیاد تشکر. آقای شفیق، همونطور که شما گفتین که افغانستان یک سیاست متوازنه در میان قدرت‌های بزرگ تا قدرت‌های کوچک منطقه‌ای بازی بکنه، مثلا در میان آمریکا و روسیه و ایران و عربستان و مثلا حالا در مورد هند و پاکستان صحبت بکنیم، چطور میشه این سیاست بازی شوه؟ در این شکلی است که رهبران فعلی افغانستان کوشش دارن که سیاست متوازن و متعادل را در بین کشورهای حریف، خواه قدرت های منطقی باشه یا ابر قدرت ها باشه، را به پیش ببرن. اما حقیقت عینی همیست که ما تا زمانی که این تعادل را جامعه عملی نبخشیم ما ناکام هستیم، زیرا که اگر ما میبینیم که ما نظر به اینکه اعتبارات ایدئولوژیک و یعنی هم سویی راجی به مثلا دیانت و مثلا ما با پاکستان بیشتری داریم و همچنان یک کمی همسایی نزدیکتری ماست، اما در سیاست و در موضوعات حقوق بین الملل این موضوعات باید قابل اعتبار نیست. این موضوعات است که مثلا با مترازوی حقوق بین الملل یعنی اصلا معیار قرار نمیگه. پس به این اساس ما واقعتاینی را باید درک کنیم تا زمانی که مثلا ما اینجا سفیری را داشته باشیم که خیلی پردست و توانا باشه از پاکستان و کنسولگری های خیلی فعال از پاکستان را داشته باشیم و در این وقت دست آوردی علاجی به رسمیت شناختن از پاکستان هیچ نم داشته باشیم، حتی در بعضی موضوعات زیاد برای ما مشکلات پاکستان ایجاد میکنه. پس امو روابط با کشورها در حقیقت به اساس تبادل منافع است. پس در اینجا باید ما کاهش بدیم با امو روابطی که مثلا دوچار مشکل مرا می سازه یا بیعتمادی برای کشورهای منطقه دیگری برای ما خلق میکنه. پس این مربوط میشه به اینکه دولت مردان سیاست و پالیسی متعادلانه و متوازنه را به پیش بگیره و در عین وقت به طور مثال اگر مثلا ما میبینیم که آمریکا با ما روابط خوبتری نداره و روسیه و چین با ما روابط نزدیکتری میخواد که قائم کنه،
پس به جای بدیل امریکا ما باید کوشش کنیم که به جامعه اروپایی روابط خوبتری بسازیم. با می ترتیب اگر مثلا ما میبینیم که هندوستان را زیاد اعتماد شکست کده نمیتونیم، انمی جو کده میتونیم که کل الاقل امی روابط با پاکستان هم به طوری بسازیم که قابل پرسش و قابل اعتمادی بر دیگران نشوه، یا کشورایی که تقریبا با خطوط موازی در تاریخ گذشته با هندوستان رابطه اونا را کم اعتمادش بیشتر بسازیم. مثلا به طور مثال ما میبینیم که بنگلادش کشور است که مورد یک جنگ نیابتی پاکستان و هند وقت قرار داشته، یکی در سال 1970 یا 71 اینا از هم جدا شدن پاکستان و بنگلادش. پس ما اگر در پالوی یعنی از اینکه مثلا با هندوستان هم روابط کم داریم و با پاکستان روابط داریم و با بنگلادش هیچ چیزی نداشته باشیم، این در حقیقت یک نوع نقطه زوب است. بعد به این خاطر ما بدائل را باید فکر کنیم که اگر مثلا ما روابط با هندوستان خوب نگاه کرده نمیتانیم، دیگه کشورهایی که علال اقل ابو توازن را برای ما حفظ میکنه با اونا روابط بیشتری بسازیم. آقای شفیق، این که امین روابط میگین با کشورها شکل بگیره، این روابط ساختنش دشوار است، ساده است، چگونه است، چگونه صورت میگیره، بر اساس کدام مکانیزم وجود داره؟ بهترین سوال کردیم. اصلا روابط بین الملل و روابط خارجی با کشورها یا سیاست خارجی زیر سایه سیاست داخلی کشورها قلم میخورند. تا زمانی که ما در سیاست داخلی کشورها موافقانه ندرخشیم، ناممکن است که کشورهای منطقه و کشورهای برقدرت و خاصا کشورهایی که با هم جنگ های نیابتی در کشور ما مثلا دنبال کردن، اونا اعتمادشان حاصل شو. پس به این خاطر نیاز زیاد اول از همه امیز که ما در سیاست داخلی کشور خود، یعنی امو حکومت داری که برایش مواصفات امروز جامعه قرن 21 مثلا مطلوب است که حقوق زنان محفوظ باشه، کار و زمینه تحصیل و تعلیم برای دختران باید مساعد باشه، یک تنوع سیاسی در کشور در حکومت داری وجود داشته باشه. اگر مثلا به طور مثال این نیاز است که این حکومت با اساس یک ایدئولوژی به پیش میره و به خاطر دی که اینا در حاکمیت خود واقعا موافقانه بدرخشن، اگر قوه اجرایی را اینا خودشان تشکیل بدهند در پالوی زیر در چارچوب دولت داری، ما زمانی که دولت را تعریف میکنیم، دولت صرف حکومت داری و قوه اجرایی را نمیگه، دولت اصلی قوه مرکب است. باید ما قوی مقننه را داشته باشیم، در پالوی دی قضایی مستقل را داشته باشیم. بله. با زمانی که مثلا ما میبینیم که همه چیز را به عنوان دولت و به شکل حکومتی و شکل قوی اجرایی پیش ببریم، این در حقیقت یک ناکامی در سیاست داخلی بس. اگر مثلا ما میبینیم که تا حال مناسبات ما با احزاب سیاسی کشور یعنی یک نوع در تعامل خوب نامده، پس این در حقیقت ناکامی سیاست داخلی است. به این خاطر ما اگر با همه احزاب سیاسی قناعت دادن نمیتانیم، با احزابی که مشترکات فکری، مشترکات یعنی از لحاظ اهداف و مثلا طرق کار با نمی امارت اسلامی با تحریک طالبان داره، با اونا کمی علاقل نزدیک خوش شدیم. بسیار زیاد تشکر. آقای همدرد، چرا با وجود تلاش های زیاد در یک سال پسین که حالا دیپلمات ها از سوی افغانستان به برخی کشورها پذیرفته شد و از سوی اونا در داخل افغانستان اعزام میشه و میان، چرا بحث بر رسمیت شناختن از سوی کشورها مطرح نمیشه، مخصوصا کشورهای منطقه، کشورهای همسایه؟ جناب سفیر صاحب، لکه څنګه چې ستاسو میلمه وویلې، بهرنی سیاست چې دی، خارجي سیاست چې دی، د داخلي سیاست امتداد ته وایي. نو زه فکر کوم په تېر یوه کال کې د کابل زمامدارانو تر ډېره حده پورې د نړیوالو یا د منطقې د ځینو هیوادونو هغه تشویشونه چې وو، هغه اندېښنې چې وې، هغې ته په ښه توګه باندې ځواب نه دی ویلی. له بده بخته په افغانستان کې اوس هم مکتبونه بسته دي. موږ هره ورځ اورو تقریبا په دې یوه میاشت کې تاسو خبر یاست چې ډېرې مهمې پېښې وشوې، د ایمن الزواهری وژل کېدل و، د جی ټي پي د یو مهم قومندان عمر خراساني ترور کېدل و، همداراز په غزني کې د حزب التحریر د یو ځایي مشر وژل کېدل و، او تېره ورځ هغه په کابل کې د حقاني وژل کېدل و. نو زه فکر کوم چې د افغانستان حالات لا دغسې یو وضعیت ته نه دي تللي چې نړیوال او د منطقې باثباته هیوادونه دې په هغې باندې تکیه وکړي او خپل ډیپلوماټان دې افغانستان ته ولیږي. نو زه فکر کوم د افغانستان اوسنی وضعیت هم بحراني دی.
داونه سره یعنی د تیر تقریبا یو کال رئیسی د منطقي هیوادونو د منځنۍ آسیا د هیوادونو نه رانیولې بیا تر هندوستانه پورې د اروپایي ټولنې پورې کوښښ وکړ چې د طالبانو سره د طالبانو د رژیم سره خپل روابط وساتي. دوی وسلو ته وغوښتل شول، کنفرانسونه ورته جوړ شول، او هغه اندېښنې چې نړیوالې لري هغه د اوسنیو زمامدارانو سره شریک کړي. لیکن په تیر یو کال کې په دې کې پرمختګ ونه شو لکه څرنګه چې په کار وه. هغسې یوه حکومتداري رامنځته نه شوله، کار اهل د کار ته ونه سپارل شو، د جوړکیانو پر مخ باندې مکتبونه چې دي هغه پرانستل شول، او همداراز په کابل کې دغه نن مظاهره چې وه چې په بده توګه باندې وځپل شوله د ښځو. نو زه فکر کوم دغه اندېښنې دي چې نړیوالې لري، لیکن بالمقابل همدغه نړیوال د منطقي هیوادونه ضرورت هم لري، اړتیا هم لري چې خپل حضور په یوه هیواد کې ولري، هغه که ډیپلوماټیک وي که غیر ډیپلوماټیک وي، تر څو پورې خبر شي چې په دغه هیواد کې څه تیریږي. ځکه هندوستان په خپله د پاکستان نه ډېر متضرره دی. په تیرو تقریبا دیرشو کلونو کې په کشمیر کې چې کوم حالات و، په هندوستان کې چې وار وار ترهګریز بریدونه وشول، او همداراز اوسنی کوم وضعیت د کشمیر او د هندوستان او د پاکستان تر مابین چې موجود دی، نو په دې اساس باندې هندوستان دې ته ضرورت لري چې په هر طریقه وي هغه خپل سیاسي او نظامی حضور تر یو حده پورې هغه په افغانستان کې ولري. نو د دوی مجبوریت دی، ځکه ټول مسالف خو پاکستان او یا د منطقې ځینو نورو هیوادونو ته نشي ورپرېښودلی. نو زه فکر کوم په ټوله کې دا یو ښه اقدام دی، لیکن په اصل کې د نړۍ او د منطقې د هیوادونو اندېښنې هم په خپل ځای دي، تر څو پورې چې زموږ داخلي سیاست د خپلو هیوادوالو په مقابل کې، یعنی د دولت منظور مې دی، د اوسنیو واکدارانو دغه رویه چې ده د خپلو خلکو په مقابل کې، د ښځو په مقابل کې، او د ځینو نورو مسایلو په مقابل کې ښه نه شي. نو زه فکر نه کوم چې په رسمي توګه دي د نړۍ هغه معتبره هیوادونه دې ته حاضر شي چې هغه په کابل کې خپل ډیپلوماټان او خپل سفیران ولري. بسیار زیاد تشکر آقای شفیق. همونطور که آقای همدرد در مورد بعضی تشویش هایی که کشورها داره دنیا داره مطرح کردن، ولی در همین یک سال نگاه بکنیم امارات اسلامی پشت سر هم به تکرار رد کرده، مثلا در مورد نقض حقوق بشری در یک سال پس این امشب ما گزارش را داشتیم، گفتن به دور از حقیقت است، نپذیرفتن. بحث حکومت همشمول در همین شب داشتیم، گفتن که حکومت همشمول است، و بحث مسائل دیگه که در داخل میشه کشورها، موضوع این که افغانستان از خاک افغانستان کشورها تهدید میشن، این موضوع را رد کردن، گفتن افغانستان هیچ کشور از خاک افغانستان تهدید نمیشه. بارهای موضوع را مطرح میکنن، ولی چرا تشویش ها کم نمیشه؟ بازم اینا ادامه میتن، کشورهای اعلامیه هایشان را میبینیم. پس که بیشتر گفتم که سیاست داخلی اصلا اثرانداز بر سیاست خارجی است. بله، تا زمانی که ملت در برابر قیادت فعلی افغانستان و در برابر حکومت افغانستان اقشار مختلف جامعه باورمندی پیدا نکنه، جامعه جهانی در برابر نمی حکومت امو موقف خود را که از وقت اعلان کردم را با ادامه میده. بعد به این اساس اگر مثلا ما امروز به عنوان کشور اسلامی تا چی زمانی، یعنی ما به عنوان کشور اسلامی اگر بگوییم که والا امریکا در جزیات تلفات بشری را برای ما وارد کرده و در برابر ما مثلا اشغال بود و ما در برابرش جهاد کردیم، اما امروز جهان مثل یک ده و یک دکده و یک قریه وارست. بعد به این اساس بعضی حقوق است که در جامعه جهانی به طور اموری مسلم یعنی فیها یا به عنوان امور متفق علیها در همه جوامع بشری پذیرفته شده. مثلا می که تعلیم یک حق فرد هر باشنده یک کشور است. ما امروز که دختر ما یک سال مکمل در نمی سرزمین از تعلیم محروم شوه، ما در برابر نمی حکومت چی باورمندی پیدا کنیم که آینده ما، اگر این موضوع دینی باشه، خو ایجاب ازیرا میکنه که یک سمینار علمی از جناهای مختلف، از ایدئولوژی های مختلف به طور یک بحث علمی برگزار شوه که آیا تعلیم دختران نرواست؟ اگر ناروان نیست در روش ها چی مشکل است؟ روش های شبت مورد بس قرار بیتیم، و اگر نه ناروا باشه و در این وقت سر روش ها بس نمی کنیم و همی قصد موقف گرفته باشه که امروز و فردا و فردا و فردا، پس ملت تا چی وقت مثلا انتظار بکشه؟ اگر مثلا ما میبینیم که ایجا مثلا در ظرف انمی 45 سال جنگ داشته،
و ما قشر زیادی از دخترها و از اینا از زنان داریم که اینا سرپرست خانه را ندارن، بیوه هستند و اونا نیاز دارن که در حکومت کار کنه. و ما در حقیقت اینمی مجال برای اونا مساعد نسازیم پا جامعه جهانی چطور مثلا بارو بندیسیم. پس این موضوعاتی که شما میگین در داخل گام برداشتن نشده باعث شده که مثلا هند افغانستان به رسمیت نشناسه. به طبیعت الحال مثلا ما میبینیم که مجرد کسی ماستر است، دکتور است، او جایی که برش مناسبه که او از پان جام بیته، بجایش یک مولایی تا این میشه که شاید صرف مدرسه را خونده باشه و ما خود منوان یک فارغ مدرسه هستم و با چیلن میگویم که در دوره تحصیل ما هم ممتاز بودم، در دوره مدرسه ما ممتاز بودم، برای ما مدرسه شرطنامه اعزازی را داده. اما این را میفهمم که در همه مدارس همه شاگردان به یک سویه نیستن، یک دوسی گل عظیمی برای دیگه صرف تردن جلباب که با مستر عربی گفته میشه که تنها صرف یاری میکنه. اما در اینجا در پونتونا نسبتا یک کم انضباط بیشتر وجود داره. پس یک اگر چه مثلا ما در دوره قبلی یعنی در توافقات بون ما مخالف ازی بودم که تسهیلات زیاد تسهل در امور اکادمیک صورت میگیره، حق به حقدار سپرده در اوجم نمیشد. اما این به این معنی نیست که مثلا اگر کسی در پونتونا تسهل کرده ما بیایم بلکل پونتونا را سرش خط بطوان بکشیم یا فارغه دیگه پونتونای جهان مثلا دیگه داشته باشیم و اونا را وجیبه نتیم، چرا که اونا با مصادیقه ما برابر نیست. پس اینمی مردم که پرده براوه با کشورای دیگه، خو کشورای دیگه خو پرسان میکنه که بچی عامل آمدی، بچی اساس آمدی. اونا وقتی که اینمی جامعه را میبینه که نسبش آواره میشه، نسبش با کشورای دیگه میرشه، درد سر با دیگه کشورا قرار میگیره، پس اونا چطور تعامل با شما بکنه؟ بس به این خاطر است که ما باید به خاطر اینکه امروز جهان یک ده و یک کاری است و نمیشه که بعضی حقوق مسلم فیها و به عنوان متفق و حال هست ایره ما یعنی خط بطان سرش به کسی میده در برابرش تساهل و اخبال قرار بده. بعد به این خاطر است که بعضی امورات اگر مثلا امریکا از ما هر چیز ما میخواه، نمیتونه ما با امریکا هر چیز هر خواستش بتیم، اما چیزی که ملت ما میخواه امور خوب ملت باید بتیم که با ملت مثلا ما تا حق تعلیم دادن نمیتاریم، امو زنایی که بیکار است با اونا زمینه کاری را فراهم کردن نمیتاریم، یک تنوع سیاسی دیگه وجود داشته باشه که ما هم جهاد کردیم، ما هم دمی کشور قربانی کردیم دادیم، هم در اشغال شوروی هم در اشغال امریکا، و ما ایجا در حقیقت امو ارمان های خود مثلا چیزی که دیدی از اسلام داریم او را بریکه خود دادت نبینیم، چی معنی که ما اعتبار به حکومت و باور به حکومت داشته باشیم؟ بسیار تشکر آقای همدر. از شما جنبندی میگیریم که پس از یک سال فکر میکنین چه چیز نیاز است که تجدید نظر شوه؟ ما فکر میکنم که بدبختانه امور هم که در 44 سال گذشته در افغانستان هر رژیمی به زور آمده، در یک سال گذشته یا یک سال قبل رژیم جدید هم به زور بدبختانه آمدی. درست است که پشت سرش یک توافق دوحه بوده، لیکن برای مردم افغانستان قابل قبول نیست. ما فکر میکنم که اول باید رجوع شوه به مردم، حداقل انتخابات صورت بگیره، یک حکومت همشمول. ببینین وقتی که ما همشمول میگیم، همشمول تنها به قوم بر نمیگرده، به مسلک بر میگرده. وقتی که از یک مسلک شما یک کسی را داشته باشین در همه وزارت ها، مثلا مولی صاحبا که در اقتصاد اونا باشه، در مسائل نظامی و در مسائل فرهنگی و تحصیلی و اینا باشه، من فکر میکنم که یک بحران است. دیگه برای دخترای این سرزمین که نصف نفوس کشور تشکیل میدهد، برای اونا حق تحصیل داده شود، برای اونا حق کار داده شود، به اونا به حیث یک انسان دیده شود. شما ببینین هیچ وقت کشورهای منطقه و جهان حکومت و رژیم هیچ کشوری را به رسمیت نخواهد شناخت، به خاطری که اونا در کشورهای خود نفوذ بسیار گسترده از خانم ها داره. شما چطور از یک کشور اروپایی و مثلا از یک کشور آمریکایی یا کشور دیگه مثلا یه تقاضا را دارن که حکومت و رژیم شما را به رسمیت بشناسه که در او رژیم هیچ زنی نیست، که در او رژیم هیچ یک کادر علمی وجود نداره. پس به این اساس اینا برای کارخانگی خود ضرورت دارم. اینا یک سالی که گذشت خب مردم افغانستان بدبختی هایی که بوده در 44 سال گذشته تحمل کرده، لیکن از این به بعد من فکر میکنم که تحمل نداره. اگر اینا میخواهند که در افغانستان زیمامداری کنه باید به عقب برگرده. بسیار زیاد تشکر آقای همدرد و آقای شفیق، خوش آمدیم به بحث امروز. به همین ترتیب میرسیم به پایان فراخبر. از شما سپاسگزارم، وقت بخیر.